زندگی ارزشمند چیست؟ جواب رواقیون فیلسوفانی که در یونان باستان و روم میزیستند برای ما بسیار آشناست چرا؟ این جواب تا چه حد ما را در برابر دشواری‌های فردی و جمعی تجهیز می‌کند؟ سلام فلسفه رواقی فلسفه که در رواقهای یونان باستان گسترش یافت و به همین دلیل به این نام خوانده می شود چندین سده به رغم رقابت با آرای فلسفی هم با آنان در یک چیز شریک بود پرسش اصلی فیلسوفان رواقی در حوزه فلسفه زندگی و فلسفه اخلاق مثل دیگر فیلسوفان زمانی خود این بود که زندگی ارزشمند چیست و چه چیز انسان را سعادتمند می کند؟ بیدلیل نیست که این سوال برای مخاطبان این برنامه آشناست ادب فارسی چه در شعر و چه در نصر مرتب با پرسیش های مشابه درآویخته تو درمان غمها ذبیرون بیرون که پازه رو درمان غمها تویی در فلسفه آمیانه مردم این سرزمین هم مفاهیم مشابه با آنچه رواقیون میگفتند قریب به نظر نمیرسد اگر مؤمنی امروزی به یکی از رواقیون بگوید تو به خدا توکل میکنی جواب او آری خواهد بود منتها با درک خاص خودش از خدا ما یه شگفتی نیست که آرای رواقیون با بسیاری از فلسفه های شرقی در آمیخته و سبک زندگی و مکتب های فکری آفریده که هم در غرب و هم در شرق محبوبیت روزافزون مییابند مایندفولنس یا ذهن آگاهی یکی از این مکتب هاست. در برنامه این هفته سروش دباغ پژوهشگر فلسفه و نواندیشه دینی میگوید پاسخ‌های رواقیون به سوالات امروزی چنان نقض است که در حوزه مختلف از جمله روانشناسی به کار می‌آید منوچهر حقیقی راد دانش فلسفه و مترجم آثار فلسفی در مورد اینکه این, این آرای اصیل رواقیون است که به ما رسیده تردید دارد. خیلی خوش آمدید. آقای دبا شما بگید که به نظر شما آرای رواقی اون چی هست اون کنه فلسفه اخلاق و فلسفه زندگیشون چیه عرض میشود که همطور که در در آمد برنامه هم اشاره کردید فیلسوفان رواقی که خب من اونها رو چنان که در آثار مربوطه هم آمده فیلسوفان رواقی یونانی و فیلسوفان رواقی رومی میشناسیم و معرفی شده‌اند فیلسوفان رواقی رومی که حالا مهم‌تریناشون زنون، سنکا، اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس بودند که از قضا قیصر روم هم بود بله. بله بله که قیصر روم هم بود اینا در وهله اول با نهله و مکتب ام. کلبیون که ریاضت کشیدن تو این دنیا رو توصیه میکردند در پیچیدن و معتقد بودند که نه ما لزومی نداره برای احراز و به دست آوردن زندگی سعادتمند ریاضت کشیدن پیشه کنیم مهمترین مؤلفه و مفهومی که در آرای رواقیون دیده میشه برکشیدن مقوله آرامشه و از این حیث اونها رو میشه با فیلسوفان یونان هم عصر خودشون که خب از شهرتی برخوردار بودن مثل سقراط و دیگران قیاس کرد که برخلاف مفهوم ورچو یا فضیلت که در آراء فیلسوفانی مثل خصوصا ارسطو محوریت داشت به نزد فیلسوفان رواقی روم مقوله و مفهوم آرامش که از آن در زبان لاتین به آتاراکسیا تعبیر میشه محوریت داشت یعنی به تعبیر ایشان برای زندگی سعادتمند رسیدن به با آن باید فرد آرامش رو کسب بکنه و در زیل آن به انواع ورچوها و فضائلی مثل شجاعت، صبوری و امثالهم هم دست پیدا میکنه خب من سه تا از اصولی که فهرست بلنده سه تا از اصولی که به نظرم در آرای رواقیون محوریه برای به دست آوردن این آرامش رو ذکر میکنم یکی از آن تعبیر میکنند به فکر کردن به اتفاقات ناگوار یا نگاتیو ویژوالیزیشن مطابق با این تصویر رواقیون معتقدند که فرد اگر بتواند توان لذت بردن از آنچه را که دارد و بهش رسیده است در زندگی کنونی به رقم همه ناکامی ها و اتفاقات ناگواری که رخ داده و به تعبیر دینی کلمه شاکر بودن رو تجربه کنه این رو هم در پرانتز ارز بکنم برای اینکه کسی رواقی باشه لزومی نداره دیندار باشه میتونه دیندار باشه میتونه دیندار هم نباشه شاکر بودن رو و قدر داشته ها رو دانستن از اصولی است که به نزد ایشان آرامش رو برمغان می آورد یعنی فکر بکنه فرد با خودش که می شد من این نعمت کنونی رو یا این داشته کنونی خودم رو از دست بدم می شد این رو الان من نداشتم بله دوم دومیش عبارت هست از قصه فیتلیزم یا تقدیرگرایی البته این سخن مستعد سوء فهم دعوت به جبریگری نمی کنن. حالا لازم شد در ادامه برنامه توضیح میدم جبریگرایی نیست بلکه سخن رواقیون در این باب این است که در باب اموری که بیرون از اختیار توست و در آن دخل و تصرف نمیتوانی بکنی چندان انرژی صرف نکن چون و قمی, قمی به خودت راه نده بله قمی به خودت راه نده شبیه آنچه که حافظ میگفت رضا به داده بده و از جبین گره بگشا شبیه به این امر داده یا گیونس عبارت از از آنچه که تو در آن دخل و تصرفی نمیتوانی بکنی یا به تعبیری که اونها در آرایشان را آمده است تقیان علیه طبیعت کردن راهی به جایی نمیبره تو رو فقط اندوهناک و افسرده میکنه سوام. و سوم و سومی ابن الوقت بودن یا قدر اینجا و اکنون رو دانستن به این معنا که دم رو غنیمت بشماریم و بدانیم خیلی از آنچه که امروز تو داری اینجا و اکنون تجربه میکنی کاملا ممکن است که نواقلون. از دست بروند نواقلون با اپیکوری ها در رقابت بودند هم اپیکوری ها هم ابن الوقت بودند دیگه یعنی میگفتن دم را قنیمت به شمار ولی فرقشون چی اینجا ابن الوقت بودن اینها شبیه اون تعبیری که در سنت عرفانی ما هم هست یا همون چه که حافظ میگه هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست به این معنا که تفاوت اینجاست اونقدر که من میفهمم که ابن الوقت بودن یعنی اینجا و اکنون رو تماما در کشیدن این نه به معنای لذت کوتاه مدت رو لزوما نصیب بردن است بلکه این است که فرد آرامشی رو در درون خودش به این معنا تجربه کنه که ممکنه که بلا فاصله یا ببخشید ممکنه که این اتفاقی که الان داره تجربه میکنه دیگه هیچ به دست نیاد ممکنه این آخرین جامی باشه که می نوشه آخرین باری باشه که غروب آفتاب رو می‌بینه بله. و به این معنا قدر اینجا و اکنون رو بدانه بخوام یه شخصیت رومانی نزنام ببرم از این حیث شاید شبیه از هیسی شبیه به شخصیت زوربا در رمان زوربای یونانی نیکوس کازنتازکیس باشه بله آقای حقیقی راد به نظر شما رواقیون اون چی میگفتن و کنه فلسفه اخلاقشون چی بود؟ بله من میخوام از یه جای دیگه شروع کنم بله با صحبتهایی که آقای دباق کردن مخالفتی ندارم خب اینجوری بودم دیگه توصیف خوبی به دست دادم ولی من میخوام اول این فلسفه رو بذاریم توی بستر تاریخیش میدونید که این فلسفه به فلسفه های تعلق داره که به اصلا میگن فلسفه های هلنیستی یعنی دورانی که بعد از مرگ اسکندر امپراتوری تشکیل میشه دوران امپریال در واقع شروع میشه دولت شهرها ارزششون از دست میدن اون جوامع نسبتا امن به حال امنیتی ایجاد میکرد کوچیک بود اونا حل میشن توی امپراتوریا مقدونیه و یونان امپراتوری میساز یعنی یک پادشاهی مقدونیه رو داریم توی مصر بطلمیوس اول میره توی شرق هم که سلوکیا هستن یه امپراتوریه بعد شرایطی میشه من میخوام از هگل استفاده کنم اگه موافق باشیم هگل توی فنومنولوژیش و هم توی فلسفه تاریخ و هم توی تاریخ فلسفه به رواقیون برمیگرد اون بحثی که توی فنومنولوژی میکنه البته خیلی بیشتر تئوریکه تا, تا تاریخی یعنی بله. به عنوان یه مرحله ای از حرکت اون روح کیهانی که اسمش میذاره گایست میبینه که من حتی بشم نزدیکم من تو نمیخوام از هر چیزی که اون گفته دفاع کنم اینجا ولی در واقع از نظر هگل این رباقیون سمبل یه طرز فکری هستند که میبایست در اون موقع در واقع به وجود بیاد به ظهور برسه موقعی که ترس و ترس از برده شدن عام میشه این واژه عام به مفهوم هگلیش یونیورسال میشه در واقع توی فنومنولوژی بعد از اینکه اون قسمت که تو فارسی میگیم خدایگان و بنده در واقع حالا میشنیم بگیم ارباب و بنده ولی حالا بله. لورد و بعد از که اونو تموم میکنه نشون میده که خداگاهی به وجود میاد بعد از فصل خداگاهی هگل میگه حالا این خداگاهی به آزادی خودش پی میبره و میخواد در عرصه تاریخ ظهور کنه میگه این رواقیون هم یعنی رواقیون خداگاهی اون برده ایه که به این خداگاهی رسیده در نتیجه دورانیه که پر از ترس از برده شدن فقر، بیماری، جنگ ها بله. یعنی یه نظم دیگه یاکی میشه در نتیجه شما شاهد این هستین که این این فلسفه رواقیگری و حتی اپیکوری و کلبی و اونایی دیگه حتی چون آکادمی هم آکادمی افلاطونی هم خب ادامه میده مونتا بله. میشن اون مدرسه ارسطویی ادامه میده مونتا کار جدیدی ارائه نمیدن فقط تکرار میکنن در ما فلسفه های مختلفی داریم که مهمترینش خب فلسفه رواقیه که رو بوده 500 سال غلبه داره اینا در واقع ناش... به یک مفهوم عقب نشینی هستند از واقعیت عقب نشینی به خود آره که خود به خود میشه در درون و حتی در شکل زندگیشون هم هست مثلا فرض کن اپیکوریا یه باغ داشتن بعد اونجا زندگی میکردن بعد مفهوم دوستی فیلیا رو اونجا گسترش میدن چون با ایروس فرق میکنه فیلیا یعنی اینا دیگه با کل پلیس یعنی شهر دولت شهر, رابطه نداشتند یه رابطه خو... کوچیکی جمع کوچیکی داشتن رواقیون هم همینطور توی حالا اون رواق ها جمع می شدن. اسم این این نوع آگاهی رو اگر میذاره روح ناشاد یا آگاهی ناشاد و یا حتی به یه معنی دیگه روح زیبا چون خودش رو درگیر نمیکنه یه روح زیبایی که از بیرون ایستاده و خودش رو درگیر واقعیت ها و این ناشی از این میدونه که <applause> <applause> میباشه نوش از همون شرطی که توضیح دادم میدونه هگل اتفاقی چیزایی میگه که حالا من قبول ندارم یعنی فکر میکنم به درد ما نمیخوره هگل میگه که این فلسفه رواقی مثل یه مومیاییه میتونه بین ما باشه ولی نمیتونه با ما زندگی کنه یعنی اینو تموم شده میدونه و از این نظر میشه بهش ایراد گرفت که مثلا نمیبینه که میتونه اسپینوزا رو ببینه میتونه پاسکال ببینه میتونه سخت کانت رو ببینه که <applause> تحت تاثیر آرای رواقی بودن نه اینکه کلا فلسفه‌شون رواقی بوده ولی شما عناصرش می‌بینید می توی مثلا کانت توی بله پاسکال لو کلام شما با خانشی که از هگل میگیرید این است که فلسفه رواقی فلسفه دوران ناملایمات وقتی که فرد فکر میکنه که باید به خودش اتکا کنه و عقب میکشه از این از واقعیت آیا به همین دلیل ما در عرفان ایرانی مفاهیم مشابه می‌بینیم برای اینکه گفته میشه که عرفان مثلا بعد از حمله مغول وقتی رشد کرد که ناملایمات فیلسروف و وا داشت که ببره از دنیا و به خودش اتکا کنه ولی من بزنین اینجا یه چیز رو بگم من میتونم بگم آره من همینجوری فکر میکنم ولی زیاد مهم نیست من چه فکر میکنم چون من راستش مطالعه جدی تو عرفان ندارم اینه که بله. نظری ندارم به اینکه برای من یه چیز دیگه هم اضافه کنم حالا اگه وقت من هستن بله. و اون اینه که ما یعنی من فکر میکنم حتی خود هیگلم فکر میکنه های هایدگر هم فکر میکنه یعنی چیز عجیب غریبی نیست که ما هیچ جنبش فلسفی رو نباید دست کم بگیریم یعنی بگیم مثلا این اخ بی خوده یا هلی. نفیش کنیم خود هگل هم براش رواقیان از این بابت که یک یه مرحله یه مومنتی هستن در گسترش اون گایست با براش مهمه شما تشبیهش مثلا این جوریه شما نمیتونید مثلا فرض کنید من اون مرحله جوانی رو نفی کنم باید از اون مرحله میگذشتم رواقی اون مرحله ای از این شکوفایی روح جهانی بود آره روح جهانیه که میره تو خودش منظورش بله. اینه نه اینکه بله. دمیان رو توتعه میکنن بله. در مورد عرفان بازم همینطور عرفان هم یه سنت فکری عظیمه بله. اینه که من نمیتونم خلاصش بکنم بگم ولی به نظر میاد که اون تاخت و تازها و اون جنگ ها و اون حملاتی که میشده واقعا خب انسان ها مجبور میکرده که یه جور خودشون رو سازگار کنن سازش بدن با این واقعیت ها بله. بله. حتی آه... ما عرف های مبارز هم داشتیم الان. بله آقای دباق شما گفتید که تقدیرگرایی رواقیون برابر با جبرگرایی نیست به ما توضیح بدید چرا؟ برای اینکه وقتی شما نگاهی به خلاصه آثار رواقیون میکنید چه در یونان باستان چه چند صد بعد در روم باستان میبینید واقعا اینها اعتقاد دارن که باید تن داد به اون چه که اتفاق میفته برای اینکه به تفسیر یکی از فیلسوفان معاصر اون چه که اتفاق میفته is unfolding of God's plan آشکار شدن چیزی است که خدا مقدر کرده اگر این به فاتالیسم یا تقدیرگرایی به اون معنای جاری یعنی جبرگرایی به چی می‌انجامه پس؟ اونقدر که من دریافتم از آثار رواقیون در یونان باستان که اشاره کردید، روم باستان و در میان ما هم حالا میشه رگه‌هایش رو پیدا کرد در آثار عرفا و ای از انسان‌های معنوی معاصر ببینید اگه جبرگرایی به این معناست که شخص دست و پا بسته در برابر طبیعت و آنچه که پیشی روی اوست و رخ می دهد باشه. من در کمینه که رواقیون چنین نبودن اشاره کردید به مارکوس اورلیوس که خب پادشاه بوده یعنی کار میکرده کشور رو اداره میکرده رواقیون میگویند که فرد در برابر آنچه که در آن دخل و تصرفی نمیتواند بکند بهتر است که صبوری پیشه کنه یا اون رو بپذیره اما این مدلول و از می شود منتج به این نتیجه نمی شود و مدلولش این نیست که شما هیچ کاری نکنید میدونید شاید چون ما خب فرهنگ شفاهی در میان ما جاری و ساری است این بیت حافظ خوب نشان بدهد که بشنو این نکته که خود را زقم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی بخشی از آنچه که حافظ ازش به طلب روزی ننهاده کردن میکنه یعنی میگه نکن طلب روزی ننهاده به نظرم همون فیتالیزم یا تقدیرگراییه شما کارت رو میکنی تلاشت رو میکنی اما میدونی خیلی از امور بیرون از اراده تو در جهان رقم میخوره بله. و اون آرامشی رو که اینا ازش سخن میگن ناشی نظرم از پذیرش همینه ناشی حمده. از پذیرش اینه یعنی اسیان کردن در برابر طبیعت رأی رواقیون اینه که منتج به غم و عرض میشود که اندوه طویل در تو میشه نظر شما چیه چی آقای حقیقا در این مورد؟ uh, والا من باز در ادامه همون صحبت قبلیم در ادامه یه صحبتی که درباره هگل میکردیم و این جنبه ها یعنی انتولوژی این رواقی اون, هستیش و اون هستی شناسیشون و, و همینطور منطقشون هستش که الان خیلی برای خیلی جالب شده ف... اخلاقشون برای یه عده خاصی جالب شده که حالا میتونید در موردش بحث ولی چیزی که ما مایندفولنس یا ذهن آگاهی مینامیم در جهان حاضر که خیلی طرفدار پیدا کرده ناشی از فلسفه زندگی این هاست دیگه البته خیلی معتقدن تحت تاثیر بودیسم هم هست در این فلسفه زندگی اینها شما جبرگرایی نمی بینید جبرگرایی که هست جبرگرایی هست ولی با صرف اینکه بگیم این به معنی نفی آزادی نیست این مسئله مهمه یعنی برای این و این خیلی جالبه یعنی الان اینا بگم که من با فلسفه و به خاطر علاقم هم به فیلسوفای معاصر مثل جیل دولوز اینا آشنا شدم یعنی سی سال دلوز میخونم بله همیشه رواقیون بودند. حتی اپیکوریان بودن منطقه حالا به خاطر برنامه شما حالی شدم برم خود رواقیون رو بخونم بله بله یعنی این فلسفه‌ای که اینا ارائه میکنن جنبه‌هایی داره که صرفاً به بخش اخلاقش ختم نمیشه یعنی محدود نمیشه مثلا فرض کنید همین بحثه که جبر این با آزادی رابطه داره اگر تو بله بدم بله ببینید اینا فکر میکنن که یه مفهومی دارن به اسم اوکیوسیس از او... اوکیوس که همین اکونومی و اینا ازش میاد مفهوم خانه و منزل و معاش خانه و اینجور چیز دارست. این یکی از مفهوم بنیادیشونه که بعد تو فارسی مثلا من فکر کردم بزنیم حالا من نمیدونم شاید آقای دباغ پیشنهاد خوبی داشته باشن چون که از همون زمان سیسرون که این ترجمه میکرده به لاتین اختلاف نظر هست نه که اختلاف نظر هست معادله های مختلف گذاشته بله هم. اگه به لو برگردیم بله آره این این نشون میگن که اسمش رو میذاریم به فارسی مثلا اختزاق بله. چیزی که مختزیه برای خانواده مثلا منطقه اونا منظورشون خانواده نیست میگن این گرایش هست این اصلا در طبیعت هست در موجود انسان خب این اختزا برای اینه که یعنی هر موجود جانداری میخواد اون ساخت خودش رو ادامه بده اون چیزی که اختزا وجودش رو میخواد در واقع ادامه بده میخواد به موجود زنده میخواد زنده بمونه خب این واضحه بله. سیانت نفس این صحبت وقتی که آلمان من از وقتی که به انسان میرسه میگه انسان هم میخواد به عنوان انسان اون ساخت رو ادامه بده اونتا ساخت انسان اقلانیته اون عنصر اصلیش اقلانیته در چه اون چیزی که برای من خوبه اون اون چیزیه که من بتونم به عنوان موجود اقلانی ادامه بدم بله در نتیجه و این رو آزادی میدونم درست حالا ببخشید اجازه داشته شما جهت احیانا ایزاه بیشتر این مطلب ببینید رد پای آراء رواقیون رو به نظرم در میان فیلسوفان پسارونسانسی مثل مونتنی، اسپینوزا، شوپنهاور هم میشه پی گرفت. بعد این قصه تقدیرگرایی که ازش یاد میکنم شاید یه نمونه خوبش اسپینوزا باشه. یعنی اینکه منافاتی با جبری اندیشی نداره. بدین معنا که خب اسپینوزا میدانیم تکفیر شد منافات داره با جبر اندیشی. منافات, داره. با جبر منافات داره یعنی بل بل دست و پا بسته بودن در بل 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 برابر سرنوشت منافات داره. اسپینوزا تکفیر شد توسط کنیسه های یهودی در هلند قرن 17. آرای خودش رو وقتی که تحق کرده بود مطابق با برخی از اسنادی که مانده است پیش از برگزاری اون جلسه ای که در کنیسه بود اون ببخشید اون خواهام که دوست پدر او هم بود بهش گفت بیا و این حرفا رو پس بگیر گفت نه من این حرفا رو زدم و گفت افواهی بوده اینا نقل شده پس نگرفت و بعدم تن داد جلای وطن کرد رفت و به عدسی تراشی به همین دلیل میگید اسپینوزا یه مثالی از تقدیرگرایی و نه جبرندیشی یعنی برد. هر دوی اینها رو برد. در اسپینوزا یعنی پذیرفت اینکه تکفیر شد ترد شد تبعید شد اسپین... حرفاش رو هم زد حالا که راجب اسپینوزا حرف میزنید میخوام ببینم آرای رواقیون چقدر با الهیات اسلامی یهودی و مسیحی سازگاره برای اینکه همجوری که هم آقای حقیقی راد گفتن رواقیون خیلی به این که What is true to your nature؟ چه چیز مقتضی هست برای تو؟ اقتضای وجود تو چیه؟ خیلی به این بها میدادن و چون این وجود عقلانی عقلگرا بودن به گفتهشون. ایشون برای بیننده هایی که علاقمندن باید حتما بگیم که رواقیون ماتریالیست بودن این خیلی مهمه در اون ای که فلسفه باستان رو جدا میکرد اینا در سمت ماتریالیستا بودن مثل اپیکوریان ها برحال این ها میگن که اگر به اقتضای وجود خودت و سرشت خودت رفتار کنی اقلانی رفتار کردی و این مهمه براشون خب مثلا یکی از این رواقیون میگه که گاه ممکنه به این نتیجه برسی که اقتضای وجود تو میطلب خودکشی کنی در صورتی که این با الهیات دینی ناسازگار دیگه چجوری شما این دوتا رو با هم سازگار میکنید آرای رواقیون رو با الهیات دینی رو من در پی مشخصا سازگار کردن به تعبیر شما آرای رواقیون با الهیدانان یا الهیات, با الهیات اسلامی به تعبیر بله. شما نیستم اما فکر میکنم با برخی از آرای صوفیان ما عارفان ما در تناسب و طلائم است در ابتدای برنامه شما بیتی از یکی از غزلهای ناب مولانا خواندید که از اینجا آغاز میشه تماشا مرو نک تماشا توی جهان و نهان و هویدا توی تا اینجا که خواندید تو درمان غم بیرون مجو که پا زهر و درمان غم ها توی این تعبیر باطنی گرایی و عطف نظر کردن به درون و اینکه آنچه که رخ میدهد بیش از آنچه که از بیرون ما نشأت بگیره از درون ما نشأت میگیره خب این از آموزه های محوری عرفا دست کم در سنت عرفان خراسانی است من فکر میکنم اینجا اون تناسب و تلاطم زیاده اما البته یعنی شما به آران... همپوشانی ها بیشتر علاقه دارید تا به اون جاهایی که بین رواقیون و الهیات بله. اختلاف زیاده اه... به نظرم ببخشید یه نکته هم بگم اتفاقا حالا چون در ابتدای برنامه اشاره به روانشناسی کردید اروین یالوم روان پزشک و روان درمانگر معاصر هم جالبه برق این که از اون پیشین آمده است به آرای برخی از رواقیون و حالا اسپینوزا، شوپنهاور و دیگران اشاره کرده برای سامان بخشیدن به سلامت روان بله. یعنی امری که از درون باز نشأت بله آقای حقیقی راد یک همپوشانی مهم بین آرای رواقیون و آموزه های الهیاتی حکومت بر نفس، دوله دباغ بسیاری از دشواری ها از درون خودت برمیاد و شما بر خودت حکومت کنی بخش مهمی از دشواری ها از بین میره و این توی آموزه های ذهن آگاهی یا مایندفولنس زیاده تصاویری که الان همکارانم هم روی این صفحه الکترونیک پشت سر ما میندازن نقاشی ها و کارهای هنری که در ادبیات مایندفولنس ذهن آگاهی میبینید همه توی این مایه هستن این هم پوشانی به ما چی میگه حکومت بر نفس من البته لفظ عمومی و قابل فهمش رو میگم اونها میگفتن کنترل بر خود البته خب یه چنین همپوشانی میشه دید موافقم من این به نظر من درست نیست یعنی شما حتی یه فیلسوف بزرگی مثل میشل فوکو اواخر کاراش از از این توجه به خود یا مراقبت از خود صحبت کرد تو جلد سوم تاریخ جنسیت که خوب. بعد از این که از ایران اومد تغییر داد چون فهمید اون طرف هم خبری نیست خوب. ولی به حال جالبیه چون یه بار چند هفته پیش داشت بحث میکردی اینو در, نظر نگرفت ولی به حال و بشم انتقاض شده به فوکو در این باره چون خوب. اون خودی که اون خود نابی که میخواد حالا بر خودش به اصطلاح سلطه ایجاد بکنه این اصلا نیستش توی فلسفه رباوی اون خود ناب وجود نداره من اگه در ادامه اون صحبت هم یه بابا بیشتر بله. صحبت میکردم بله. به اینجا میرسیدیم که این چیه که به وجود میاد اون اون فرزانه آزاد این یه خود نیست که داره از خودش مراقبت میکنه بلکه محصول فهم حقیقت جاری در جهانه این از خودش مراقبت نمیکنه اصلا بعد مثلا مرگ شما بحث مرگ کردین خودکشی خب از همین اپیکتتوس پرسیدن اگه یه نفر که یکی از رواقیون مشهور بود بله آره دیگه یکی از مهمترینشون بود یعنی تو دوره رومی در واقع بزرگترین گفتن که خب اگه یکی بخواد خودشو بکشه چی گفت بهش میگن the theory of open doors گفت در بازه شما اگه نمیخواید تو این بازی شرکت کنید یا احساسی تعلم میکنی، خسته شدی، حسرتون سر رفته میتونید خارج از بازی اصلا هیچ حالتی از مثلا بخوایم تشبیه کنیم من حتی گفتم که من تو عرفان بله صاحب نظر یه حتی... بله حواشی سو... رو بذاریم کنار آه. بله این با اون فنایج رابطه ای نداره اون فنایی که ملحق میشی به ابدیت آیا منظور شما, شما این است که متجسم آیا منظور شما این است که اونچه که امروزه حکومت بر نفس نامیده میشه قلبه بر نفس نامیده میشه این کاملا متفاوته با اونچه که رواقیون میگفتن تحت عنوان کنترل بر خود اینو از اون کندن ببینید شما من منظورم همین بود اگه شما به اون های اونتولوژیک و هستی حس... و شناخت شناسانش که روانشناسی هم پوشید از منطق میکردن همه اینا توش بود اگه توجه نکنید خب خیلی شبیه دیگه یعنی شما میتونید اینو نشون بدید که چقدر شباهت داره با عرفان مسیحی ارفان یهودی با همه اینا یعنی همه اونایی که ولی کف... تفاوتش در چیه به کف نفس و تفاوتش به همون سرچشمه های این فکره و شباهتش هم واقعی من نمیخوام بگم که این شباهت ظاهریه شبا. ولی نه. وقتی شما این اونجا میکنید میارید توی مثلا فرض مثلا اگه فرصت شد بله یعنی بودیسم غربی این کنده میشه از یک کنتکستی از یک کنتکست از زمینش از بله. بافتاری کنده میشه و یه معنی دیگه پیدا میکنه به قول بعضی میشه ایدئولوژی هژمونی که سرمایه‌داری معاصر من اگر از نمونه های به نظر من موفقی که کوشیده یه سنتز ایجاد بکنه میان اون پیشینه رواقی البته از این تعبیر استفاده نکرده اما نشأت میگیره از سنت شرقی و بودیزم و بعد در فضای فرهنگ ما ایرانیان اون رو برکشیده و به تصویر درآورده است به نظرم سهراب سپهریه شاعر و نقاش کاشانی معاصر از دفتر صدای پای آب به این سو میبینیم نوعی اندیشه رواقی در آثار او سر برآورده است خصوصا در دو دفتر صدای پای آب و حجم سبز به نظرم به این معنا سهراب هم از اون پیشینه استفاده کرده یعنی پیشینه شرقی که مقوله‌ای مثل آرامش درون یا من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است نکند اندوهی سر رسد از پس کو پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم میزد هم از اون پیشین است هم در میان ما در دفتر شرق اندوه و دیگر دفاترش نشان داده که با عرفان اسلامی هم آشناست به نظرم به این معنا ای سنتزی. اون سنتزی که صورت گرفته بله در این حال متضمن اون حکومت بر نفسی که گفتید یا اگر از تعابیر عرفای کلاسیک بخوام استفاده بکنم مجاهدت با نفس استفاده نکرده یعنی به تعبیر اون مجاهدت با نفس و مزامینی از این دست بیشتر تو سنت عرفان سنتی ما استفاده متنجدست. شده سنتز ولی چقدر امکان پذیر آیه دبا یک فیلسوف معاصر گفته که در آرای جدیدی که گفته میشه برگرفته از رواقیون هست روی خودکفایی خیلی آها. اشاره میشه یعنی شما به خودت تکیه کن نمونهش در همون بیتی بود که در مقدمه برنامه خوندم دیگه بس. در صورتی که در آرایی که ما در فلسفه یونان باستان میبینیم و بعد به یه شکلی خودش رو در روشنگری دوباره ظاهر میکنه ما به جای خودکفایی خود بنیادی داریم اینجا فرد زاده میشه به مفهوم امروزیش <applause> درصدی که این فیلسوف اعتقاد داره در خودکفایی که آرای عارفان به خوبی نشون میده فرد به معنی فرد بنی خود بنیاد ما نداریم بنابراین سنتز اینها با هم خیلی دشواره ممکن شما بگید بله حکومت بر نفس همون چیزی که رواقیون گفتن ولی آ... به کنه مطالبشون که نگاه میکنید میبینید که اون متفاوت با حکومت بند نفس در گفتمان دینی یا عرفانی ببینید من رأی خودم را عرض میکنم اینجا که نوعی بازخانی انتقادی سنت عرفانیه من تصور میکنم حالا اشاره کردن به مفهوم فنای الله مختصرا من خب فکر میکنم آنچه که ازش میشه به عرفان مدرن یا سلوک مدرن تعبیر کرد متضمن نقد اونه مفهوم فنای الله هم میتونه باشه این دو از این جهت میگم که توی اون سنتز به نظرم خداینی که ترجمه اتانومی میشه مد نظر باشه یعنی فرد کسی باشه سالک مدرن کسی باشه که در حین اینکه اقلانیت خود بنیاد رو برکشیده در پی سامان بخشیدن به سلامت روان خودشه و در این راستا میتونه از ایده های رواقیون استفاده کنه بدون اینکه لزومن همه اون متافیزیک رو یا همه اون رو بله. یعنی آنچه که من بهش میگم متافیزیک نحیف بله. میشه مد نظر باشه در این حال فرد سلامت روانش رو هم عرض می شود این چنین سامانده باشه آیا این, نکته, فقط اجازه من این رو از آقای حقیقت بپرسم چه ایرادی داره که شخص بخشی از آموزه های رواقیون رو در حوزه فلسفه زندگی و فلسفه اخلاق بگیره و به اون بنیادهای فلسفیشون یا پشت پا بزنه یا بی کنه یعنی مثلا بحث آرامش که ایشون مطرح میکنن امروز در روانشناسی در خیلی از مکتبهای جدی و امروزی روانشناسی مطرح دیگه و وقتی این روانشناسان بگن که ما این مفاهیم رو از رواقیون گرفتیم یا آمیزه است از رواقیون و بودیست ها ایرادش چه خواهد بود؟ حالا اصلا به من ربطی نداره بگم ایراد یکی چی اینجوری من نگاه نمی کنم. من سعی میکنم کنم توضیح بدم در حالا اگرم بخوام بگم میگم ایراد نداره هم. به شرط اینکه تبدیل به یک ایدئولوژی نشه احا. شما شما فرض ببخشید ایدئولوژی به چه معنای دقیقا حالا اینو ادامش در ادامه صحبت ات... کن چون من میتونم دقیق بگم منظورم چیه نه اینکه دقیق بگم ایدئولوژی چیه ولی منظورم میتونم بله به معنی که مثلا شما فرض کنید این خوب یه عنصر خیلی مهم در فرض این بود که احساسها، انفعالها، عواطف ما در واقع ناشی از قضاوت نادرست ماست، درسته؟ یعنی ما قضاوت نادرست می‌کنیم، فکر می‌کنیم یه چیزی به من می‌خواد صدمه بزنه در صورت که اون چیزی که می‌خواد صدمه بزنه به بدن من می‌خواد صدمه بزنه، خب این بدن که مال من نیست، مال اون در واقع عنصر عقلانی نیست این مال بیرونیه شما میتونید بهش ضربه بزنید بیماری میتونه بیاد و غیر از اون چیزی که مال منه اون عنصر عقلانی رو میخواد نجات بده از این بابت صدمه نمیبینه در نتیجه احساس های ما هیجان جانهای ما که به صورت یه گزاره هایی به ما داده میشن مثلا من میگم خب من این آب... بر ما حادث میشن بر. آره مثلا من میخوام آب میل میکنم به آب در واقع به صورت گزاره بر من صادر میشه یا نازل میشه من میگم برم آب بنوشم مثلا خب میگه اینو ما میتونیم بپذیریم اسنت کنیم به اصطلاح رضایت بدیم بهش میتونیم ندیم یعنی این اون میذاره خب در نتیجه در من میتونم قضاوت هایی بکنم که اون قضاوت های نادرست باعث بشه که من اجازه بدم به یک حیجانتی که مال من نیست خب این حالا نج... آن... چجوری رفت میدید به در جهت مثبت مص... بگم که چطور میشه استفاده کرد اتفاقا باید بگیریم من, من... من... اصلا نباید همه یه فلسفه رو قبول کنیم نمیتونیم هم بکنیم این مال قد زمانه بله. نبا... چرا ولی فکر میکنین میتونه تبدیل به ایدئولوژی بشه منظورتون چی بود شما در این س... ای رابطه خاصی این سوال رو کردید بله. مثلا فرض کنید تو این در مورد مثلا ذهن آگاهی اگه ادامه بدیم بله خب من فکر میکنم که این تبدیل به بید... من جنبه فردیش کاری ندارم که یه نفر میتونه از این طریق به آرامش برسه و استرسش کم بشه و غیره و زاله. ولی وقتی که به یک حرکت اجتماعی در میاد به خصوص مم. تو آمریکا وقت نگاه رو از, از اینکه شما ببینید در جامعه چی میگذره چه مناسباتی اون مناسباتی که در واقع مناسبات سرمایه‌داری جهانیه دیگه اون استرس رو ایجاد میکنه برمیگردونه به خودت یعنی تو تویی که مریضی تویی که احتیاج به کمک داری اگه مشکل هست همه اینجاست آره یعنی تقصیر خودته تو باید خودت انتباق بدی با این شرایط این شرایط داده شده است سرمایه داری آمده که بمانه از <applause> بقول مرم اونم سرمایه جهانی و در واقع نگاه رو یه شباهتی میشه پیدا کرد با همون بحث هگل از روای اون که چطور اینا برمیگردن و حتی میشه یه شباهتی پیدا کرد به اون جمله مشهور مارکس افیون توده ها یعنی میتونه این نقش رو بازی بکنه که شما سازش کنی با شرایطی که به جای اینکه باش درگیر بشی و سعی کنی تغییرش بدی البته بعضیشون حالا ما اگه دقیق بخوایم صحبت کنیم بعضیشون میگن که این جناگاهی میتونه آدمو فعالا بکنه دو. توی سیاست توی این چیزا هم هست ولی, ولی در نهایت اون ولی در نهایت این نیست آیا سنتز که از آراء رواقیون فلسفه زندگی بودیستی و عرفان شرقی میشه و یک معجونی درست میکنه به شکل مثلا ذهن آگاهی کار کردش اینه آقای دباق یعنی عملا به شما میگه که مشکل اگه هست در خودته و به این ترتیب شخص باید نه تنها تن بده بلکه بیاد با خودش بر بره خب به گفته ایشون شاید از نظر فردی برای بعضی کار بکنه ولی نتیجه سنتزهای این چنینی چه خواهد بود؟ در واقع فرد رو خطاب قرار دادن و گفتن اینکه مشکل اگر هست از توه و نه از آنچه که در بیرون هست من فکر میکنم این یه جور ریداکشن یا عرض میشود که تقلیل در کار ذهن آگاهی یا خواندن ذهن آگاهی یا رواقیگری به دین سبکه من در کم دست کم این چنین نیست یعنی حالا خودم به عنوان یه عضوی از حلقه نو اندیشی دینی هم به حال کنش های اجتماعی در حدی که شده انجام دادم به عنوان کسی عرض می کنم که عمیقا با رواقیگری بر سر مهره و رواقی اندیشی تصورم اینه بیش از هر چیزی معطوف به اون حوزه است که تو نمیتونی در آن دخل و تصرف کنی خیلی از آنچه که به ما رسیده گیونه در این اینکه من میتونم یه کنشگر اجتماعی باشم میتونم یه معلم خوب باشم مثل مثلا نظام سرمایه داری گیون داده شده بخشایش داده شده. بله داده شده خب من اعتراض مدنی بو میتونم بکنم به فرض یعنی این رواقیگری منافاتی با کنشگری مدنی نداره اونقدر که من میفهمم شما به عنوان یه شهروند به قول یونانیان قدیم در پلیس میتونی کارهات رو انجام بدی یه شهروند خوب باشی به پاری از امور اعتراض بکنی و کارت رو پیش ببری در این, این حال این ذهن آگاهی. این این بله ذهن آگاهی داشته باشی اشاره آگاه... شد به ایدول من بله. یه بگم بله. اتفاقا من تصورم اینه که ذهن آگاهی پیش کنی میتونه به اون امور هم مدد برسانه به این معنا از تعبیر حافظ بخوام استفاده کنم میگه چون ساغرت پر از بنوشان و نوش کن یعنی وقتی تو ساغرت پر میشه آرامش درونی کسب میکنی به قول آنچه که در آین هندو تر شده حتی به تموجات ذهنیت هم میپردازی و اطفا و خاموش کردن اونها رو هم پیشه میکنی کسی میشه که برای کمک کردن به دیگران یا کنشگری مدنی محیاتری آماده تری آیا مثال سهراب سپهری نشون میده که ذهن آگاهی کمک میکنه به کنشگری اجتماعی سیاسی؟ این فکر میکنم چون شما بله, بله. نه این یکی از نقصان های کار سهراب بوده اگر بخوایم بگیم م. یا دست کم اینجوری بگیم که اینقدر مشغول و معطوف به جهان درون و انفس بوده که به آفاق چندان نپرداخته و من فکر میکنم به این معناست که از سنتز استفاده میکنم اگر اون آرامش درون رو و اون آرامش بدنی و نهایتا آرامش ذهنی مطمئن نظر ما باشه و اون ساغری که پر میشه بعد به دیگران هم میتونه بنوشانه آیا... میتونه کنشگری مدنی بکنه آیا به قول آقای دباغ اطفای تموجات درونی لفظ شاید ساده شده اش این است که رسیدن به صلح درونی این فکر می کنید کمک میکنه در جهت اونچه که شما گفتید که شخص به بیرون نگاه کنه و ببینه در پس زمینه این زندگی شخصی خودش چی میگذره و کنش اجتماعی کنش سیاسی داشته باشه اینها به هم دیگه کمک میکنه یا اینکه نه عملا حالا مسلم در حد فردی میتونه بکنه من واقعا فکر میکنم که سوراب سپری این کار کرده. کرده ما رو اتفاق کرده ما چراشو خوندیم ما خب از نوجوانی لذت بردیم شاید اینو توی یه مبارزه سیاسی هم بکار بردیم بدون که خودم بهش فکر کرده باشم یا سوراب سپری اینجوری فکر کرده باشه شاید تقابلش یا تفاوتش با شاملو دیگر شاعر معاصر بهترین قصه رو نشون, بده که شاملو خب خیلی تعهد اجتماعی به معنای اعتراض نسبت به مناسبات و شرایط سیاسی رو داشت و حتی تعنه و تعرضی نسبت به سپهری هم در پاره از مصاحبه ها و نوشتههاش هست به این معنا میشه این دوتا رو به عنوان دو تا سرنمون در نظر گرفت و در کار سپهری اون بود اجتماعی ضعیفه ولی من فکر میکنم کنان که توضیح دادم سنتزی که میشه کرد اینه که فرد اگر از درون اون آرامش رو نصیب ببره تا به مرحله آخر که عبارت هست از خاموش کردن تموجات ذهنی اون وقت میتونه مستعدتر در... بشه بلی. برای ولی در فرصفه زندگی رواقیون نکته همینه تعداد بسیار اندکی به اون درجه عالی میرسن بلی. و غالبا یا شما میرسی یا نمیرسی و اگر نرسی دیگه این پایین نه من میبینم یعنی صرف شما میبینید ولی این... رواقیون چنین نمیبینید نمیدیدن خب من روایت خودم رو عرض میکنم و میگم خب میگم یه جور میشه به این معنا بازخوانی کرد مشکل این که من روایت خودم رو میبینم این تیکه از این این تیکه از این این تیکه از این اینی که, این که, این که ممکنه مجموع اینها بشه یک ملغمه ای که اجزایش با هم نخونه بازخانی بازخوانی انتقادی ها نمیتونه بکنی نکل... یا اشاره فرمودید ببخشید به رواقیون خب حالا چه اپیکتتوس که الان منم ببخشید چه اورلیوس که نمونه خیلی خوبی که کنشگری اجتماعی هم میکرد پادشاه بود یعنی اینگونه نیست که شما دست و پابسته و منفعل باشی در برابر آنچه که هست میخوام بگم اونام یه تیفن به یه بله. معنا هم شاید بله. اون هم بله جدی گرفته بله. در حد خودش من بر اساس مطلب کوتاهی که از اینترنت خوندم بله. و بخشایی از اعترافات کار اصلی قیصر روم مارکوس اورلیوس توش بود دیدم که اتفاقا مارکوس اورلیوس خیلی داره روی این کار میکنه که عواطف شدید رو تا اونجایی که میشه به قول شما اتفاع بکنی خب این یه نکته مهم رو به ما میگه اونم این که رواقیون میخوان تا اونجایی که ممکنه عواطف رو خاموش کنن در صورتی که کسان دیگه چنین معمولیتی برای خودشون نمیبینن اصلا ممکنه بگن که عواطف بخشی از زندگیه شما عواطف رو ازش بگذری از زندگی میگذری مثال سپهری و شاملو خیلی مثال خوبیه شما در شاملو عواطف جدی می بس مثلا بس فقط سیاسی یا اجتماعی بودن شاملو نیست در شاملو شما خش میبینی اسیان میبینی ناامیدی میبینی همه اینا رو میبینی سهراب سپری خیلی شاعر خوبیه ولی این چیزها رو درش نمیبینی این تفاوت بین یک رواقیه و یک،, یک کسی که زندگی رو در همه تیف های موجودش میخواد تجربه کنه من شخصا با کنترل کردن به تعبیر شما احساسات از غذا خیلی بر سر مهرم اما فکر میکنم این منافاتی با کنشگری شما احساسات نداره. نیست بحث عواطفه هم... اتفاقاً اتفاقا رواقیون بین عواطف و احساسات تفاوت بله. قائلشون بله. اگر اشتباه نکنم همون عواطف هم که میفهمید چون اشاره به شاملو کردید میخوام عرض بکنم اما منافاتی با کنشگری اجتماعی به نظرم نداره آوالی... با کنشگری مدنی خصوصا اینا رو میشه با یکدیگر ممزوج کرد به نظر من یه ایدولوژی خیلی کلی عبارت از یک مجموعه ای از میگن آپاراتوس دستگاه که وضعیت موجود رو توجیه میکنه حالا خیلی کلی یعنی میخواد بگه این که میبینی و همینه که هست و مسئله افراد اینه که خودشون باش تطویق بدن اگه خیلی کلی بخواهی نگاه متو بحث ایدئولوژی میشه تا بله ما در آینده نزدیک بحثی راجع به مفهوم ایدئولوژی و خوانش‌های مختلف از اون خواهیم داشت آره. بله حالا ایدئولوژی حاکم بر این دنیایی که سرمایه برش غالب یه سرمایه بین این خیلی مهمه که این سرمایه گلوباله و به قول یه نفر میگفتش که بودیسم غربی در واقع ایدئولوژی هژمونی که سرمایه داری گلوباله نه سرمایه داری به طور کلی یعنی میگه اسمش چی بود؟ میومد. اگه می مکس ویبر آره مکس ویبر اگه می اومد میخواست یک کتاب بنویسه که در واقع اتیک اخلاق پروتستانتی رو میدونست در واقع روح سرمایه الان باید بیاد بودیسم غربی رو بدونه روح ایدولوژیک سرمایه داری گلوبال یعنی سرمایه رفته به شرق منطقه به جاش بودیسم اومده حتی بودیسمی که ما گرفتیم غربی ها گرفت حالا این نظره دیگه من و مثلا اینه که این ایدئولوژی در واقع میخواد به ما بگه که این خیلی مهمه اینو دلوس و گاتاری توی کتابشون در واقع آنتی بحث دادن میخواد میخواد به ما بگه که تو چطور باید راجع خودت فکر کنی این خیلی مهمه یعنی میخواد برای ما روشن کنه که ما چطور باید خودمون راجع خودمون فکر کنیم خب اون چیزی که اون میخواد کنسومریسم بحثی نیست مصرف گرایی مصرف گرایی یعنی شما خودتو به عنوان مصرف گر تعریف کنی. درسته حالا تو یک چنین شرایطی اصلا بحث بر سر این که شما این شرایط رو تغییر بدی اصولا حالا من نمیگم من یه راه دارم چگونه میشه بحث ولی ولی, ف... ولی, اولین قدمش اینه که شما اصلا نگاهت به این باشه که بخوای شرایطی رو تغییر ولی بدی ولی برداشت من از ذهن آگاهی ماینفولنس اتفاقا اینه آیه حقیقت که مصرفگرایی رو هدف قرار میده میگه این همه نیازمندی ایجاد کردن این همه مصرف کردن این همه نیاز داشتن تو باید روی این متمرکز شی اگر چنینه اتفاقا ایدئولوژی که با مصرف می میجنگه خب شما باید ببینید که بنابراین شما حتی ممکنه یک کسی بیاد بگه که ذهن انقلابی هم میشه داشت نه ببینید وقتی که میگم خونشگری اجتماعی که من میگم یعنی اه. یه کسی ذهن پیشه کنه و از این کمک بگیره حتی برای کاستن از اون مصرف گرایی آره ولی مس... ببخشید مثلا نه. آره. توضیح که اینا می دن این است که هم که اشاره کردن بخشی از این نیازهای کاذب رو سرمایه داری خلق کرده آره. در و اگر فرد آرامش درون این اینه ظاهریه مسئله اینه یعنی چرا ظاهریه من... برای اینکه من آدمایی رو میشناسم که بعد از هم خب. تمام اون دوباره همون زندگی رو ادامه میدن خب ولی میتونن اگه اون کارو نکنن نیازشون بیشتر میشه آره ولی شما سرمایه داری رو نمیتونید خب. از بین ببرید نه قرار نیست از بین ببری قرار خب. شما دقیقاً همین نگاه شماست خود دی انقلابی گریه شاید از... کسی بگه من سرمایه‌داری رو نمیخوام از بین ببرم. سلامت روان بیشتری بقید... پیدا میکنم تا زندگی مسالمت‌آمیزتر باشه مسئله این که نگاه من انقلابیه و اینا نیست. نه این نگاه رو میگم آره. که میگه از بین بره خب انقلابی. نه اگه ما... دیگه. اگه ما اگه ما میپذیریم، اگه بپذیریم حالا اینجوری. اگه بپذیریم که اون نظم حاکم که بر ما سلطه داره، سلطه سرمایه گلوباله اگه بپذیریم این با تغییر کنه دیگه. میشه اصلاح بشه تحقیق میفهمی یعنی چی اصلاح <تصفح> <تصفح> یعنی چی اصلاح یعنی همین خب از بزاید بله. این <تصفح> خب خود خود این یه مناسبات بردگی بله مثلا مناسبات بله. بردگی یک سرمایه هست بعد به ما یه مقداری فرصت میده میری مدیتیشن می‌کنیم درست و بعد برمیگردیم به زندگی خودمون و احساس خوشایندی میدونم چی میدونم چی میگید آقای ولی همین اخیرا ما بحثی داشتیم در مورد اخلاق زیست و من برای این برنامه که راجع به اخلاق رواقی میخوندم میدیدم که اخلاق رواقی با خانش بخصوصی که ضرورتا خانش انفعالی نیست و همه چیز رو ناشی از ایرادهای خود دیدن نیست خانش به از ذهن آگاهی میتونه با اخلاق زیست سازگار باشه برای اینکه اخلاق زیست میگه که ببین چه اطرافت داری و تا اونجایی که ممکنه سعی نکن دخالت کنی در روندهای طبیعی در بافتارهای طبیعی و از در همزیستی با اونها وارد شی این با ذهنگاهی جور در میاد یعنی منظورم اینه که لازم نیست شما ذهنگاه باشی ذهنگاهی پیشه کنی و حتما منفعل باشی و همه چیز رو ناشی از خودت ببینی آره، ممکنه بعضی ها اینجوری باشه، آه. من نمیخوام بگم من یه دیگه ببخشید من, من فقط براتون بزنم آه. که مثلا مسائل اکولوژیک این گلوباله، این جهانیه یعنی من از قول ژیژک البته نقل میکنم دل... معاصر اون از قول دوپای یک متخصص خطرشناس ریسک شناسی به که بله که توی فاجعه که توی ژاپن اتفاق تو افتاد اونجا هم رفته بود میگفت در عرض چند ساعت خود ژاپنیا نگفتن اینو اعلام نکردن در عرض چند ساعت ژاپنیا فکر میکردن که باید تمام توکیو رو تخلیه کنن یعنی سی میلیون نفر رو جابجا کنن خوب. خب این کار کی میتونه بکنه من بشینم مدیتیشن نه چیز... این منافاتی نداره نه اصلا. ایسی جهانی باید ایسی جهانی باشه به جنبش وقتیش گفتن چه کنشگری بسیار خوب و چه کنشگری خیلی, خیلی ممنونم بس. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه سروش دباق و منوچهر حقیقی رات پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانیه و صحبت خودمونی بعد از برنامه رو به اون اضافه می‌کنیم در کانال تلگرام بخش فارسی بیبیسی هم میتونید دریافت کنید ضمنا این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم منتشر میکنیم شب و روز بر همه شما خوش